History shows after big revolutions, communities are faced with a period of political turbulence. The more such revolutions are grassroots, the longer it takes them to weather the storm, mainly because there are a number of factors at play other than the people's will. Four days after the victory of the Islamic Revolution in 1979, bursts of machine gun fire in Iran's west region heralded an insanity season. خمپاره را به کجا میزنیم؟ مجاهدین به کجا میزنن؟ بنازم ارتش آزادی بخش ملی و واحدهای قهرمانم. During the 1980s, especially during the first year of the decade, the whole country was in tumult. Mohammad Hossein Mahrevian is an Iranian filmmaker born in 1981. Although he doesn't remember those days, he decides, along with his young crew, to make a film about that insanity season. He named his film Midday Event. تو دانشگاه به زنبهادری بودی واسه خودت. نمی‌بینی ستون پنجمش تو شهرها چه غلطی دارن می‌کنن؟ یه بجنبیم سخت میشه. قرار نیست کسی از آشنایی من تو خبر داشته باشه. یعنی نفوذی بود. اثبات نفوذی بودن زمان می‌بره. با همون دیروز شک کرد. می‌خوان تا آخر همین تابستون کارو تموم کنن. اگه میشه. Sayyid Mahmoud Razavi, the producer, talks about his motivations for producing the film. دو سه تا انگیزه پررنگ وجود داشته که خود مردم کشورم و جوانان این است که خیلی با اون روزهای کشور آشنایی ندارن و نمیدونن که امنیت امروز حاصل چه روزهاییه و چه اتفاقاتی افتاده. دوم روایت یک تاریخ و یک تفکری که در لایه دوم فیلم وجود داره و ما در مقابل یک گروهی هستیم که یک خشونتی از خودشون دارن و داریم با اونها مقابله میکنیم. با نگاه بیرونی بحث این رو هم داشتیم که در واقع ما خودمون قربانی تروریستیم. رئیس جمهور منتخب مردم که با یک روند دموکراتیک کاملا انتخاب شده بوده توسط همین گروهک به شهادت رسیده. مردم عادی کوچه و بازار توسط همینها کشته شدن. خواستیم کلیتی رو بیان کنیم از اون تاریخ که اینها هم در کنارش باشه. Many guerrilla and political groups came into being in order to fight against the dictatorship of Mohammad Reza Shah, the last Shah of Iran. One of these groups
was the Mujahideen Khal of organization, the MKO. سازمان مجاهدین در سال 1344 توسط سه تن از دانشجویان مسلمان عضو نهضت آزادی شکل گرفت. دلیلشون هم برای تأسیس سازمان مجاهدین و جدایی از نهضت آزادی اتخاذ مشی مبارزه مسلحانه بود. اونها اعتقاد داشتن ما باید به مارکسیسم به عنوان یک علم نگاه بکنیم و تمام جنبش های اجتماعی که در کشورهای مختلف به پیروزی رسیده با مشی مبارزه مسلحانه و اتکا به مارکسیسم به عنوان علم به پیروزی رسیده. آیت الله خمینی did not support the armed struggle. It was not only an ideological differences between the Mujahideen's ideological or reading of Islam with that of the late Khomeini, but it was also on the way, you know, armed struggle, the strategy of the struggle. He didn't believe in the armed struggle, and therefore he didn't support them on that. بعد از پیروزی انقلاب مسعود رجوی رهبری بخش مذهبی سازمان مجاهدین رو به عهده گرفت و تلاش کرد در اون پروسه دوره زمانی سال 1357 تا 1360 با زیرسازی های لازم برای آغاز یک مبارزه مسلحانه کارش رو دنبال بکنه. در واقع اومد سال 1360 مبارزه مسلحانه رو رسما اعلام کرد، 28 خرداد یک بیانیه رسمی رو اعلام کرد و 30 خرداد عملا رو اون رو آغاز کرد و ترورهای بسیار گسترده رو آغاز کرد، انفجار حزب جمهوری اسلامی، دفتر نخست وزیری. An organization with terrorism as its main tactic and strategy, driven from its own ideology, has never announced to give up its armed struggle, not even in its political slogans. An organization that has long lost its legitimacy and popularity. ترور به نظر من که تجربه زیادی در رابطه با سازمان مجاهدین خلق دارم، همه چیز سازمان مجاهدین خلق هست. اگر دقت بکنیم می‌بینیم که سازمان مجاهدین در تأسیسش هم دلیل جدایش از نهضت آزادی این بوده که مبارزه مسلحانه و ترور رو آغاز کنه و با این مش میتونه به پیروزی برسه. البته اون موقع صرفاً یه مش براش بود، ولی در مقطعی که بعد از سال 1960 هرچه جلوتر اومدیم این شده ایدئولوژی سازمان، یعنی همه چیه سازمان، یعنی از این عینک با این چشم فقط میتونه به مسائل بنگره. دوست داشتم که یک مأمور عملیاتی متفاوت رو بازی کنم، به خاطر اینکه نوع سختی نقش من با بقیه فرق میکرد، به خاطر اینکه بازوی عمل کننده بود و خشونتی که توی فیلم از اون سمت اعمال میشد رو ما از طریق این در واقع میدیدیم. من هنوزم که فیلمو میبینم یه وقتایی که دیگه حواسم به تماشاگر نیست، چون همش دنبال واکنش های تماشاگرام، خودم خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. این اتفاقا توی این شهر توی تهران افتاده، توی تاریخ ما، چیزی نیست که ساخته ذهن ما باشه و بنظرم خیلی صحنه دردناکی اون صحنه. Relying on their infiltrators, the MKO orchestrated a series of terrorist attacks to assassinate a number of senior officials in the Islamic Republic in a campaign they called Thunder in the Cloudless Sky. The organization promised its members to topple the Islamic Republic of Iran within months.
تو تا آخر تابستون بتونی خودتو حفظ کنی، همه چی خود به خود درست میشه. خواهش میکنم همه توانتو بذار که نباری همه. اینجوری شاید من تو با هم واقعا این چیزا باورت شده؟ تا آخر تابستون همه چی عوض میشه؟ واقعا فهم میکنی این چیزایی که ما دنبالشیم واقعیه؟ من تو حتی اسممون هم واقعی نیست. Midday Event is a slice of life from Iran's contemporary history. The director has created a unique scene to show the barbaric behaviors of a fanatic cult, mirroring in the terrorist acts of Daesh. Disguised as law enforcement officers, MKO members shot several innocent people in the streets, drawing them to the jaws of death. چی شد؟ چی شده برادر؟ سلام باشی. قربون شما. چه خبره؟ مشکلی پیش نیومده. بفرمایید. صدای تیر اومد آخه. به شما ارتباطی نداره. بفرمایید. رمز شب برادر. سازمان مجاهدین خلق همین پروسه ای رو که داعش هم اکنون داره دنبال میکنه در 30 سال قبل خودش آغاز کرد. ببینید شما 30 سال قبل سازمان مجاهدین اومد با ترور و عملیات انتحاری آغاز کرد. من فکر میکنم عملیات انتحاری یک شکل بسیار به اصطلاح خشنتر حتی از یک ترور عملیاتی، مثلا فرضاً با کلت یکی رو ترور بکنی. اینها روش هایی بوده که سازمان مجاهدین انجام داده و حتی یاد داده. باید ببینیم که پیدایش داعش اساسا برای چی بوده. شما نمیتونید تصور بکنید داعش بدون این دانستن این تجربیات روش را آغاز کرده. این پیغام هشداری است برای اهل شرک و رده، برای مجوس و روافض. ما اگر فرزند میتونستیم و میبایست با تروریست و خشونتی که سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 آغاز کرد یک جامعه بین‌المللی یک رفتار مناسب را انجام میداد و جلوگیری میکرد، متاسفانه نه جلوگیری کرد بلکه تشویق کرد سازمان مجاهدین خلق رو و عملیات تروریستی گسترش پیدا کرد. بنابراین من فکر میکنم جدا از شکل لباس و ظاهر سازمان مجاهدین خلق و داعش در محتوا بسیار مشابه هستند، چنانکه ساختار فرقه گرایانه که در سازمان مجاهدین خلق وجود داره میبینید به ساختار فرقه گرایانه داعش هم مشابهه. رهبری تک مذهبی، توتالیتر، تمامیت‌خواه و قدسی کردن رهبری، اینها وجه تشابه‌های سازمان مجاهدین خلق و داعش و هر نیروی هست که می‌خواهد با سلاح و ترور اهداف سیاسی خودش رو دنبال کنه و به اون برسونه. A man began a war that lasted over 3 decades. A war that took directly more than 12,000 lives through terrorist attacks. Although the MKO forces had declared an armed conflict, the intelligence agents of the Islamic Republic had no idea about its massive proportions. خدایا تو خودت شاهد باش که اینا جنگ شروع کرد.
فیلم من درباره خشونت و ناامنیه. اون چیزی که فیلم برای جامعه امروز مهم میکنه این است که داره مسئله که امروز درگیرشه رو توی فیلم میبینه. نکته که اونها رو درگیر کرده اینه، اولا که نمیدونستن که یک همچین خشونتی تو جامعه ایران جریان داشته. ببینید او الان پای رسانه ها نشسته و داره شبیه این خشونت رو توی منطقه میبینه، توی اطراف خودش داره میبینه، خب؟ و تصور میکنه که مثلا هیچ وقت این توی دنیایی که او داره زندگی میکنه واقع نخواهد شد. فیلم من درباره اینه، درباره این است که اینجوری نیست که این امنیت یه چیز ذاتی باشه. این امنیت میتونه به راحتی شکننده باشه. این امنیت الان اگر وجود داره یک روزی وجود نداشته. این خیلی مهمه که تماشاگر امروز ما بدونه که این امنیت به دست اومده، همینجور به ذات در این شهر وجود نداره. در واقع مسئله خونه هم امروز داخل خونه است. The conflict, a blessing in disguise, led to the formation of one of the most professional counter-terrorism systems in Iran's intelligence apparatus. Although the system had initially received a severe blow, it was determined not to take action emotionally. من منافقه رو خودم گرفتم، خودم بازجویی کردم، خودم میخوام رو آدرسی که گرفتم ازش عمل کنم. کاری به کاری کسی نمیکنم. مثل دشمنت عمل نکن، صبور باش. تو صبور باش. من آدمی نیستم که این چیزا رو ببینم و بتونم صبور باشم. من عملیاتی ام. خودت من از رو قله آوردی برای همین دیگه، غیر از اینه؟ ببین جنگیدن با ستون پنجم منطق خودش رو داره. گوش کن ببین دارم حرف میزنم. گوش مثل بازی شطرنج میمونه. برای هر حرکتی شما باید کلی فکر کنی، فرضیه داشته باشی، پیش بینی کنی، احتمالات رو در نظر بگیری، محاسبه کنی چی میدی چی میگیری. فعلا اینکه همه چی رو دادیم هیچ چیم نگیریم. نه اینجوری همین دیگه. نه نه ما خیلی کار کردیم. همین آدمایی که عکساشون اینجا از اینجا مردم رو تو خیابون دارن به رگبار میبرن. من قربونت برم به خدا شرمم میاد. این اسلحه هستم، هیچ غلطی نمیتونم. همه چیز که اسلحه و فشنگ این رفته تو مغازه یارو. آقا کشداری سلام. بله خم شده پیرمردی کشو برداره ترق زده. خب بیشرف بیا با من بجنگ. اون اتفاقا حرف من همینه. من نمیذاری حرفمو بزنم. نمیذاری. خب من میدونم شما چی میخوای. من میخوام 10 بار دیگه تکرار کنم. قربونت برم. نمیخوام یادم بره. رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود. بذار کارمونو بکنیم دیگه. خب بالاخره مام که دست رو دست نداشتیم، شب و روزمونو به هم دوختیم. ظرف 3 ماه به اندازه 3 سال کار کردیم. هم شما زحمت کشید هم بر... ببخشید رو ببخشید. توی اون سکانسی که در واقع احمد مهرانفر به عنوان رحیم میاد و معتقده که من نباید سر خود عمل کنم یا به این شیوه عمل کنم، چون رحیم یک نقشه بزرگتر داره میبینه، ولی من توی اون لحظه درگیر احساسات انسانیم شدم کاملا، به خاطر اینکه یک دختر بچه 5 ساله که اونجا میگه 5 سالش نشده بود هنوز، توی در واقع دستای من جون داده. تا قبل از این ما میبینیم ترور آقای بهشتی رو میبینیم، آقای رجایی رو میبینیم، آقای باهنه رو میبینیم. این هم واکنشش مثل بقیه آدم هاست، ناراحت هست، ولی باز هم توی اون در واقع روشی که داره تیم جلو میره میگنجه و کار خاصی نمیکنه. ولی وقتی پای کودکان وسط میاد، بچه وسط میاد، دیگه اینجا نمیتونه دیگه. اون ذات عملیاتیش و احساساتی بودن، روحیه پرشر و شورش در واقع بیرون میاد و میخواد عمل بکنه، به خاطر اینکه دیگه اعتقادی نداره به اون شیوهی که داره انجام میشه و معتقد که باید مستقیم وارد بشه. بکش تو، بکش تو آبه. On February 8th, 1982, the date the MKO forces had been promised a big victory over the Islamic Republic, the organization lost a number of its main members. But that was not the end of the story. With the arrival of the MKO forces at then Iraqi President Saddam Hussein's camp, when still part of the Iranian soil was under the boots of the Ba'athi soldiers, the second season of terrorism in Iran began. To leave the country and go and take refuge in Iraq while Iraqi government is bombing our own cities. That was a gross mistake, historical mistake, strategic mistake. Many people in Iran, even those who were sympathizers of the cause of Mujahideen, they could not digest that and they could not agree with that. بعد از ملاقات طارق عزیز
معاون وقت صدام حسین با مسعود رجوی در پاریس صورت گرفت، پایه‌های شکل‌گیری یک نوع ترور دیگه که تحت عنوان ارتش آزادی بخش بود شکل گرفت. نیروهای سازمان مجاهدین کاملا همه در عراق مستقر شده بودند و سازمان مجاهدین و مسئول رجایی میخواست که به عراق بره، که سال 65 به عراق رفت و بعد از ملاقات با صدام حسین ارتش آزادی بخش ملی رو در 3 خرداد 1965 تأسیس کرد. از اون مقطع در واقع عملیات های نظامی به اصطلاح کلاسیک با تانک ها و نفربرها و نیروهای لوجستیک و پشتیبانی ارتش صدام حسین انجام داد. وقتی که ایران قطعنامه 598 رو پذیرفت، در واقع سازمان مجاهدین خلق و شخص مسعود رجوی رو در یک بنبست کامل قرار داد، چون که میگفت صلح تنابه دار رژیمه. به همین دلیل اومد برای اینکه در هر صورت یک پاسخی داشته باشه یا در واقع از این بنبستی که بوده با وجود آوردن یک بحران فرار بکنه، تمام نیروهای سازمان رو که هیچ کدوم آموزش‌های نظامی هم ندیدونن کشورهای مختلف اروپایی در عرض یک هفته به عراق آورد و همه رو در واقع در عملیاتی تحت عنوان فروغ جاویدان اینها رو در یک جاده آسفالته به سمت کرمانشاه فرستاد و بیش از 1400 تن از نیروهای سازمان کشته شدند. Just after Iran accepted the ceasefire under the United Nations Security Council Resolution 598, MKO forces invaded the country in Operation Eternal Light, backed by Saddam Hussein's Air Force. In fact, that was the biggest terrorist operation carried out by the MKO. ببینید سازمان از شروع حضور در عراق خودش ماجراهای جذابی داره، هم بحث جاسوسی که در داخل کشور کردن، هم در حضور در پادگان اشرف و خود ساخته شدن اونجا، نحوه ساخته شدن، بحث دوباره حمله ایران به داخل کشور و اقدامات تروریستی که در حین سالهای جنگ در داخل انجام میدادن، همه اینها تک تک میتونه یک بحثایی باشه که سینماگرها میتونن بهش بپردازن. یعنی این گروهک به اندازه کافی برای خودشون مسائلی درست کردن که بتونه مباحث سینمایی از توی اونها در بیاد. عبدی It's been 36 years since the MKO began an armed conflict against the Iranian people. The film Midday Event depicts only 7 months of this long-running war. Today, little is heard of the main MKO members, whom, as Midday Event depicted, were the main pawns behind the 1980s terrorist attacks in Iran. Masoud Rajavi, the head of the Mujahideen-e Khalq organization. Since the fall of Saddam Hussein, he has not been seen in public. In July 2016, the former director general of Saudi Arabia's intelligence agency referred to him indirectly as a deceased person in an annual meeting of the MKO members in Paris. Musa Khiabani, a senior member of the Mujahideen-e Khalq organization. In February 1981, he was hunted down by Iranian intelligence agents in his hideout and killed in the ensuing armed conflict. Mehdi Abrishamchi, the head of MKO intelligence, military and social departments. Years ago, he was ordered by the MKO establishment to divorce his wife, Maryam Rajar, and let Masoud Rajavi marry her as his equal ranking member of the organization. Abrishamchi lives in Paris now. Mehdi Eftekhari, the head of MKO Infiltrators. After Operation Eternal Light, and in reaction to Rajavi's ideological revolution, he was brought to trial and sentenced to gradual death. A few years later, he died of cancer in an MKO prison. Abbas Zaribaf, the MKO infiltrator into Iran's intelligence ministry. He was killed during Operation Eternal Light
a military operation backed by Saddam Hussein and carried out after both Iran and Iraq had accepted the peace treaty. Mohammad Reza Kolahi, the main MKO member behind the explosion at the Islamic Republican Party. He first fled to Iraq and was then sent to Europe under the alias Ali Motamed. Last year, the Netherlands state-run TV and The Voice of America announced that he had been killed in the Netherlands. Masoud Kashmiri, the main MKO member behind the explosion at Iran's Prime Minister's office. No news has been released about him for years. According to former MKO members, Kashmiri had been seen in Camp Ashraf, once the MKO's stronghold in Iraq. It is likely that the organization has done away with him.